رشد و توسعه، مفاهیم گمشده در نظام دزدها. مجلس ارتجاع از جمله عرصه‌های بروز دعواهای باندی است و در جریان فاشگویی باندها علیه همدیگر ابعادی از عمق بحران نمایان می‌شود. در جلسه روز 14 مهر مجلس ارتجاع در جریان سوال از ظریف در مورد بی‌عملی وزارت خارجه، اعترافات جدیدی در مورد بحران اقتصادی بیان شد. علیرضا بیگی عضو مجلس ارتجاع ضمن ابراز نگرانی از پیامد سرکوب کارگران هپکو به اوضاع وخامت‌بار اقتصادی و تداوم غارت و چپاول باندهای حاکم اشاره کرد و از جمله گفت ارز 4200 تومان جهانگیری و به تاراج رفتن 27 میلیارد دلار ارز و 60 تن طلا از مصادیق بارز این ظلم فاحش است که امروز باید مسئولین سابق بانک مرکزی در محاکم پاسخگوی آن باشند. البته آنها مدعی هستند که جای دستور کردند انگشت تام را متوجه رئیس دولت میکنند. 14 میلیارد دلار در بودجه سال 98 برای تامین کالای اساسی مردم منظور شده است. دولت حاضر به ایجاد سامانه توزیع نیست. گرانی سرسام‌آور کالای اساسی به مردم تحمیل شده است. مردم در صفهای طویل کیلومتری برای دریافت گوشت و شکر ایستادند و بعد ناکارآمدی و ناتوانی مسئولان امر لعنت فرستادند. اگر این 14 میلیارد رو به ریال تبدیل کنیم میشه 160 هزار میلیارد تومان، یعنی 5 برابر منبعی که برای هدف بندی یارانه ها تعریف شده است. به بیان دیگر یارانه‌ای که امروز پس از قریب 10 سال به هیچ تغییری 45500 تومان است میتواند دست به نفع به 6 برابر افزایش پیدا کند. در حالی که پاسداران رژیم مرزنشینان محروم را به خاطر قاچاق چند دبه بنزین به گلوله می‌بندند، این عضو مجلس ارتجاع در ادامه به نقش مافیاهای درون نظام در قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت آثار وحشتناک اقتصاد غیر واقعی امروز خود را در قاچاق روزانه 20 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل نشان می‌دهد. آری یک پنجم تولید سوخت ما قاچاق می‌شود. سوالی از وزیر کشور در خصوص قاچاق مطرح کردم. آقای وزیر کمیسیون آمد، نتوانست در مورد مسند یک سال پیش ادعای سیما توضیح بدهد. این مسند نشان می‌داد کنار ساحل خلیج فارس سکوها و مخازن عظیم لوله‌های متعدد از این دریا که گازوئیل را به وسط دریا انتقال می‌دهند ایجاد شده است. کشتی‌های خارجی را مملو از گازوئیل ایرانی می‌کنند. یک قرم کشت 9 میلیون لیتر کشتی هندی قاچاق از یکی از نشانه‌های این فرآیند ظالمانه است. چگونه با وجود نیروی انتظامی بخشدار و فرماندار و استاندار ایشان چنین اتفاقاتی می‌افتد؟ آیا می‌توان باور کرد وزارت کشور هیچ دخالتی ندارد؟ ناکارآمدی دستگاه سیاست خارجی رژیم در سوال‌های پورمختار عضو مجلس آخوندی از ظریف بارز شد و یکی دیگر از بن‌بست‌های نظام در عرصه اقتصادی که ناشی از انزوای جهانی رژیم است برملا شد. وی از جمله خطاب به ظریف گفت ببینیم که در سال 97 جذب سرمایه‌گذار مستقیم خارجی به مبلغ 12 میلیارد دلار قرار بود انجام بدن سفارتخانه چقدر صورت گرفته؟ افزایش جذب گردشگر خارجی به عدد 11 میلیون و 300 هزار نفر در سال 97 بفرمایید چقدر انجام شده؟ توسعه فناوری و صادرات محصولات دانش بنیان و کسب رتبه 5 در منطقه، الان بفرمایید رتبه ما چنده؟ چه مقداری ما صادرات کردیم و چه مقداری جذب کردیم و واردات داشتیم؟ توسعه صادرات غیر نفتی به مبلغ 56.2 میلیارد دلار بوده در سال 97 قرار بود این صورت بگیره توسط وزارت خارجه. این جزء برنامه‌های جناب عالی بوده و همچنین توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به همین مبلغ چقدر صورت گرفته؟ اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی با تأمین مالی خارجی به مبلغ 20 میلیارد دلار قرار بود در سال 97 اتفاق بیفته. الان چقدر اتفاق افتاده؟ در چه بخش‌هایی؟ در چه حوزه‌هایی با عدد و رقم مشخص و همچنین کاهش نرخ ریسک هست؟ کاهش نرخ ریسک 3 این مسئله خیلی مهمی است که الان با این تبلیغات ناروایی که دشمنان دارن عدد نرخ ریسک در کشور بسیار بالاست. خب این قرار بود به 3 برسه. چه اتفاقی افتاده؟ کاهش روابط رو داشتیم، ضعف روابط داشتیم با کشورهای بالاخره شرق آسیا، شرق دور، کشور چین مشخصا. اظهارات یک عضو دیگر مجلس ارتجاع چشمانداز هر گونه بهبود اوضاع اقتصادی در نظام آخوندی را تعیین تکلیف می‌کند. اما همه دولت مردان گذشته
نتیجه عملکردتان جز فقر و بدبختی و بیکاری و فساد اقتصادی و از دست رفتن منابع زیرزمینی، کاهش ارزش پایه پولی کشور، ناامنی، رانبازی، به وجود آمدن دو طبقه ثروتمند و فقیر، به وجود آمدن قشری تازه به دوران رسیده، از دست دادن اعتماد مردم چه بوده است؟ کشوری با 8% منابع دنیا و 1% جمعیت جهان را به چه روزی انداخته ایم؟ فقر و بیکاری و فساد بیداد می کند. ای مسئولین ارشد، به جز گرفتن اقامت برای فرزندانتان و ثروتهای بادآورده برای خودتان چه کردید؟ چند نفرتان دو ملیتی یا دو پاسپورتی است؟ چند نفرتان هر سال با آمریکا و انگلیس برای تفریح و سر زدن به فرزندانتان می روید؟ ای سران نظام، بیایید و شفاف بگویید آیا فرزندانتان هم اکنون در آمریکا و کانادا و انگلیس هستند؟ اگر نیستند چرا اعلام نمی کنید؟ وای به حال مردمی و دولت هایی که توسعه کشور را منوط به روی کار آمدن رئیس جمهوری در کشور دیگر بدانند. مشکلات کشور ما از خودمان است، از ناکارآمدی ما مسئولین، از فساد اقتصادی که مثل موریانه به خیلی از جا زده. و داره کارخانجات ما چند ده هزارش تعطیل شدن و روند تعطیلیش چه کوچک چه بزرگش واقعا ادامه داره. 250,000 واحد تولیدی امروز تبدیل شده به توزیعی. ملت 150,000 تومان به شما میدن، 1,000,000 تومان برمیدارن میذارن تو جیب دولت، نابود میکنن اقتصاد این کشور و طبقه محروم. هم به خف افتادن از خواهد دولتی به خصوصی تبدیل کردن. اون خصوصی یعنی اون دولت چه فرقی میکنه؟ به اسم نام کارکنان بازنشسته فلان کذا. اینکه نشد که پشتش نیا میکنه یه دولته. همونجور که گفته شد 45,000 تومان توی جیب مردم گذاشتیم، 200 تومان از این ور دولت از جیب مردم برداشت. من فرمانده اقتصاد مقاومتی هستم. جنابالی که دارید اعتراض میفهمید به آقای رئیسی که چرا برنامه نداره، خودتون علنه محل سوال هستین برادر من. اول شما برنامه تو اعلام بکن، بعد به دیگران یاد بگیر. تولید خسارت خورده است 4 سال آزگار. نتیجه شما داریم میبینیم، رکود، بیکاری، بحشی کسی شدن.